مخاطبی نظر رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیم زنگ گپ 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 منم داشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و همیشه سالم و سرحال باشید و البته کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ این پایین هست روی سابسکرایب بزنید، روی زنگوله بزنید تا ویدیوهای جنجالی ما رو ببینید. امروز هم میخوایم در خصوص عادل فردوسی پور و حمله های رسانه‌ای که به این شخص در طول این چند ساعت گذشته شده یه مقدار افشاگری در خصوص عادل فردوسی پور هم بکنیم که یه عده میگن که حالا عادل فردوسی پور هم شده بازجو خبرنگار، که بررسی میکنیم و ببینیم که اصلا این حمله ها چی بوده. شاید اصلا خیلی هاتون هم اخبار رو دنبال نکرده باشید و اصلا ندونید که چه اتفاقاتی در طول این 48 ساعت گذشته افتاده که دارن حمله میکنن به عادل فردوسی پور. ماجرا هم از اونجایی شروع شد که عادل فردوسی پور اومد و گفتش که من بعد از بیش از 7 ماه، یعنی بیش از 200 روز اومدم و یک برنامه ورزشی تولید کردم و با علیرضا جهانبخش یک مصاحبه انجام داد و اتفاقات جام جهانی رو تشریح کرد و اون اتفاقاتی که بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد و جامعه در غم و اندوه بود، جام جهانی برگزار شد، بازیکنان فوتبال خوشحالی کردن و همین خوشحالی بازیکنان فوتبال جشن تولد گرفتن و عکساشون و اتفاقات دیگه موجب خشم مردم شد، تا جایی که وقتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل انگلیس باخت خیلی از ایرانی ها خوشحال بودن و میگفتن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بی غیرتن و چرا خوشحالی کردن و از این دست اتفاقات خیلی رقم خورد و حتی دیدارشون با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران که علیرضا بهراوند تا خشتک خم شد و احترام گذاشت و خلاصه بحثا زیاد بود. تمام این بحثا رو عادل فردوسی پور به عنوان خبرنگار مطرح کرد با علیرضا جهانبخش به عنوان مجری خبرنگار یا اصطلاح مصاحبه شونده مصاحبه کننده. البته خلاصه این اتفاق باعث شد که جنجال های زیادی رقم بخوره و اگر این مصاحبه رو ندید میتونید کامل ببینید این مصاحبه رو. حالا میتونم این تیکایش رو هم برای شما بذارم که عادل فردوسی پور میگه که من بیش از 200 روز برنامه ورزشی تولید نکردم. ببینیم یه تیکایی از این صحبتاشو. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز فوتبال 360. از آخرین مصاحبه‌ای که من تو فوتبال 360 انجام دادم نزدیک 7 ماه میگذره. یه وقفه طولانی داشتیم و توی این مدت هممون ناراحت بودیم و عزادار دیگه صحبت درباره فوتبال و برنامه فوتبالی ساختن و مصاحبه فوتبالی گرفتن اولویت هیچ کدوممون نبود و حرفای مهمتری برای شنیده شدن وجود داشت. خب تا همینجا رو نگه داریم، حالا جلوتر صحبت خواهیم کرد. عادل فردوسی پور مدعی هستش که 7 ماه برنامه ورزشی تولید نکرده، مصاحبه ورزشی انجام نداده و کلاً برنامه ورزشی نساخته، که البته من خیلی میخوام به این قضیه بی‌طرفانه نگاه بکنم. من عادل فردوسی پور رو دوستش دارم و دوست داشتن من و اینکه من طرفدار این آدم هستم در زندگی شخصیم دلیل نمیشه که در زندگی حرفه‌ای رسانه‌ایم عدالت زیر پا بذارم. با این صحبت عادل فردوسی پور کاملا مخالفم، چرا که ایشون در حال حاضر در شبکه ورزش برنامه فوتبال 120 رو داره تولید میکنه و ایشون تهیه کننده هستش، جلوی دوربین نیست ولی خب در پشت دوربین عملا داره فعالیت ورزشی انجام میده. خب همین صحبت عادل فردوسی پور یک تناقض هستش. البته میخوایم اشاره بکنیم به صحبت‌های این چهره علی فروغی، که البته من زیادم خوشم نمیاد از این علی فروغی به عنوان مدیر شبکه 3، اما یه صحبت‌هایی کرده در خصوص عادل فردوسی پور که به نظر من جالبه بشنویم. گوش بدید. در همین یه سال اخیر ایشون بالاخره کارمند رسمی صدا شد. ما نزدیک 1 میلیارد تومان از مطالباتش رو بهش دادیم. ترفیع شغلیش نوبتش رسیده بود، به امضای بنده ترفیع شغلیش رو گرفته. 1 میلیارد تومان دستمزد گرفته، ترفیع شغلی گرفته در فردوسی پور. خب شبکه ورزش بالاخره زیر شبکه 3 ایشون یه عدد خیلی درشتی از برنامه فوتبال 120 گرفته. بهش گفتیم بیا گزارش کن، خودش قبول نکرد. یعنی میخوام بگم
در خلاف این مظلوم نمای همون دوره که ایشون میگه من مثلا مهاجرت و اینا، تو همون دوره اومده بود دستی درخواست فوتبال صدری تو همون یه 10 روزش بود. خب بلدن، رسانه دارن، رسانه هاشون هم زنجیره‌ای به هم متفضای مجازی بالاخره دست ما نیست و از اون طریق یه کار پرحجم می‌کردن، یه ادراکی در جامعه درست کردن. البته خودش رو دیس میکنه، میگه فضای مجازی دست ما. سلطان شما صدا و سیما دستتونه، با بودجه میلیاردی شما با وجود امکانات صدا و سیما عملا نمیتونید ذهن جامعه رو به سمت خودتون بکشین، چون که اینقدر دروغ گفتید و اینقدر ریا کردید کسی هم شما رو قبول نداره. ولی خب عملا خودشون دور هم دیگه یه نون و دیسیه، دور هم دیگه میخورن دیس و بشقاب و چیزای دیگه. اصلا خودش رو تخریب میکنه، میگه فضای مجازی دست ما نیست. در همه جای جهان رسانه ها و اصطلاحا تلویزیون ها قدرتشون از سوشیال مدیا برای تاثیرگذاری بیشتر الا تو ایران. حالا اینم در نوع خودش جالب بود. خب ما راستش خیلی کارهای زیادی داریم، نمیرسیم بخوایم بریم، میمونیم از کارامون. چه اداره شبکه واقعا ما از 7 صبح تا 1:30 شب که اون فوتبال خارجی تموم میشه همش گرفتاریه. خب اینم ازش. حالا همچین میگه فوتبال خارجی رو گرفته، نیست که شما خیلی کپی رایت این مسابقات رو میخرید، 90% لیگای اروپایی رو که شما حق پخششون رو میدزدید پخش میکنید، اصلا پدیده به اسم کپی رایت وجود نداره. مال یه شبکه دیگه هم دارید میدزدید، لوگوی خودتون رو میزنید یا دست دو میخرید، مثلا یه شبکه عربی یا یک شبکه‌ای که مثلا تو حاشیه خلیج فارس این فوتبال خریده، به شما با لوگوی خودش میده، میگه آقا من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که با لوگوی خودم بهت بدم بدون صدای گزارشگرم و بدون با صدای استادیوم، و شما عملا پخش میکنید، عملا دزدی علنی دارید میکنید. تو همون صدا و سیمایی که درس اسلام و خدا و قرآن رو میدید، تو همون صدا و سیماتون بعد از اون برنامه اسلام شناسی و خدا شناسی و قرآن شناسی، دقیقاً 2 دقیقه بعدش یا 10 دقیقه بعدش یا نیم ساعت بعدش یا 2 ساعت بعدش یا 5 ساعت بعدش یا 10 ساعت بعدش میاد فوتبال دزدی پخش میکنید. بعد تو همون برنامه های بعد از فوتبال، چون میدونید فوتبال تا 1 و 2 شب پخش میشه، بعد برنامه سمت خدا، اون برنامه مذهبی پخش میشه، بعد تو همون برنامه سمت خدا حرف از مال حلال میزنن و حرف از قفل کارهایی که خودشون میکنن تو صدا و سیما قفله. حالا بگذاریم، این مصاحبه علیرضا جهانبخش هم حسابی سر و صدا به پا کرد. حتی حمید رسایی اومد گفتش که عادل جون، مجری بازجو و آزارگر ورزشی تویی، بقیه عداتو نمیتونن در بیارن، و انتقاد کرده بود نسبت به این قضیه. احسان رستگار هم خب یکی از کسی هستش که فعالیت ورزشی میکنه، گفته که مسابقه عادل فردوسی و علیرضا جهانبخش در نوع در کل نوعی بازخواست و در دقایق به عنوان بازجوی مؤدبانه و در حتی بعضی دقایقش هم به عنوان تفتیش عقیده برخورد کرده بود و فاشیستی بود. تعجب میکنم که عادل فردوسی بود دغدغش این چیزا بوده، بازوبند سیاه و چرا سرود ملی رو خوندید و چرا عکس رسمی فیفا توش خندید و خلاصه همون چیزایی که قطعا شما هم میدونید. و گفته که گویی فردوسی به قدر کافی از اختلافات و مشکلاتی که برای تیم ملی فوتبال ایران در سال 1401 رخ داده سیراب نشد و آنچه که آتشش رو فرو می نشانده یک فروپاشی تمام عیار و آبروزی همه جانبه در قلیصه حالت ممکن بوده است. الغای این که مردم، یعنی فردوسی پور 1401 به بعد و علی شریفزاده زارچین و شریف دانشگاه صنعتی شریف و تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم باید رفتار و تصمیمات خود رو در این افراد تنظیم کنند، نشان دهنده نگاه عجیب و به برانگیز امروز عادل بوده. چرایش رو نمیدونم، گفته که توی این توییت نیست و خلاصه انتقاد کرده و گفته که عادل فردوسی پور شریف نیست. اما خب اینا یه ور قضیه است، یعنی کسایی هن که طرفدارهای دلبسته و وابسته به حکومت هستن، حالا بعضیشون نفع میبرن از اون سیستم، بعضیشون تو اون سیستم فعالن، حالا توی صدا و سیما و جای دیگه. خب به هر حال نوع نگاهشون اتوماتیکوار اون وره. حالا شاید یه عده‌شون جیره‌خور باشن، شاید یه عده‌شون هم واقعا باورشون این باشه. یعنی شما فکر نکنید که هر کسی مثلا از عادل فردوسی پور انتقاد میکنه جیره‌خوره، نه، اینقدر یارو رشد و سوژه مغزی دادن واقعا تفکرش اینه که حتما عادل فردوسی پور نمیدونم بازجو از این صحبت. خب این یه وره قضیه هستش. یه عده دیگه اومدن گفتن نه، عادل فردوسی پور به خاطر اینکه اون موقعی که حالا توی دانشگاه شریف و جای دیگه شلوغ شده بود و دانشجوها اعتراض کرده بودن و توی دانشگاه شریف هم همین اتفاق افتاده بود، عادل فردوسی پور
یک شخص متعصب بود و رفت توی جمعیت و کنار مردم نشست و حتی عکس و فیلمش هم در آن ما هم حتی ویدیوش رو ساختیم. همین قضیه باعث شد که زور بیاد به یه جای عده و خب الان بهترین فرصت بود که بیام و حمله کنیم به عادل فردوسی‌پور، چون اصولا 99% کسایی که میگفتن عادل فردوسی‌پور توی این مصاحبه بازجو بوده و سوالایی که میکرد، حالا برید سوالاتو ببینید خودتون متوجه میشید. به حال این برنامه کپی رایت داره، من نمیتونم برنامه فوتبال 360 براتون پخش بکنم تو این ویدیو و تحلیل بکنم. تو اون ویدیو مثلا از علیرضا جمانبخش میپرسه که چرا بازیکن تیم ملی موقع فوتوشوتینگ فیفا خندیدن، یا چرا بازوبند مشکی نزدن، یا حالا یه چند تاشو نقل قول میکنم که خودتونم برید ببینید برنامه، یا اینکه چرا یه عده‌شون خوشحالی بعد از گل انجام دادن. به هر حال عادل فردوسی‌پور به نظر من سوالات یه قسمتی از جامعه ایران رو پرسیده بود و توی فضای مجازی دقیقا همین انتقادات شده بود که چرا بازیکنان تیم ملی خوشحالی میکنن، چرا بازیکنان تیم ملی از دقیقا بعد از کشته شدن بسیاری از جوانای اون مملکت که عادل فردوسی‌پور در اوپنینگ برنامه خودش و در شروع مسابقه خودش این صحبت ها رو هم میکنه و میگه خیلی ها کشته شدن و خیلی ها عزادار شدن، اینها به حال قسمتی از سوالات جامعه بوده. من نمیدونم اگر یه شخصی یک سوالی رو بپرسه اسمش بازجوییه. ببینید وقتی که میگن آمن سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی بازجو خبرنگار هستن، چرا؟ چون که اینها میرن با بازداشتی ها و کسانی که تحت بیشترین فشارهای روحی و روانی و شکنجه ای هستن میشینن جلوی این افراد و سوال و جواب های به زور رو از این افراد میپرسن. شما این افراد رو دقیقا نمیتونی توی یک کاسه با عادل فردوسی‌پور بذاری. به خاطر چی از این واژه استفاده میکنن؟ به خاطر اینکه مثلا بگن که آره اگر علی رضوانی و نمیدونم آمد سادات ذبیح‌پور بازجو خبرنگار هستن، عادل فردوسی‌پور رو ما بندازیم توی این ظرف، اینو هم از جبهه اون کسانی که به سمت مردم هم بکشونیم این سمت. میخوام به شما بگم که این نگاه کثیف سایبری هستش. هرچند از اون طرف خب یه عده دیگه هم بودن که واقعا حالا سایبری نبودن، اما به سری توییت ها مطرح کردن. مثلا ایشون گفت که آقای فردوسی‌پور کاشکی برای مردم توضیح میدادید آخرین باری که شما در دانشگاه شریف حضور داشتید و مجوز سخنرانی به شما دادن بعدش چه اتفاق افتاد که از فردای اون روز در دانشگاه شریف یک بار خاموش شد و دانشگاهی که همیشه اعتراض داشت و مصمم بود اصطلاحاً ساکت شد. و به نظر من این نمیتونه فکت مناسبی باشه. به هر حال من سخنرانی عادل فردوسی‌پور رو تو دانشگاه شریف گوش دادم، میتونم برای شما بذارم، چون اون عده دیگه‌ای هم که اومدن تو جبهه سایبری ها و دارن به عادل فردوسی‌پور حمله میکنن، به نظر من خب خیلی هاشون هم شاید سایبری باشن، ولی وقتی من سخنرانی عادل فردوسی‌پور رو گوش میدم اینطوری نیست. چون برای شما وقتی توییت مردم رو میخونی به ناگاه میگی اه نکنه عادل فردوسی‌پور یه کاری انجام داده که این اتفاقات افتاده. بریم اصلا مصاحبهشون چی گفته، آیا چیز خاصی گفته که مثلا مردم هم اونجا نشستن دست به سینه که فقط به حرف عادل گوش بدن بگن خب حالا عادل این حرفو زد، ما دیگه فردا نمیریم توی دانشگاه اعتراض بکنیم. اونم دانشجوی نخبه دانشگاه شریف به نظر من بعیده. حتی به غیر از اون کسایی که سهمیه‌ای بودن و با سهمیه رفتن تو قسمت بسیج و جای دیگه‌اشو به صورت وحشیانه مردم حمله کردن، اوناشون رو با نخبه نمیدونن، اونا پخمای با سهمیه. ولی بریم صحبت عادل رو بشنویم. دوست داشتنی هستی معلا. به این فکر میکردم که آخه به چه دلیلی باید این عزیزان ما یه سریشون پشت میلای زندان باشن، جای دانشجو به هیچ وجه پشت میلای زندان نیست، دانشجو نباید ممنوع ورود بشه. اصلا من متوجه ممنوع ورود بودنه، من فکر میکنم نه تنها تمام شما دانشجویان عزیز بلکه تمام اساتید دانشگاه، همه مردم ایران خواهان آزادی بی قید و شرط بچه های دربند هستن، ممنوع بوده مشکلشون برطرف بشه و هیچ پرونده‌ای براشون باز نباشه که آقا بعدا ستاره دار بشن ارشد نتونن برن.
این خواسته حد اقلیه، فکر میکنم دانشجویان عزیز نه تنها این دانشگاه، کل کشور دانشگاهاش دچار همچین تنش‌هایی شده. کلی دانشجو الان ما داریم تو زندان، کلی دانشجو داریم که ممنوع ورود شدن و من فکر میکنم بدیهی ترین اتفاقی که باید رخ بده تا شرایط عادی ترم برگرده اینه که بچه‌ها آزاد بشن، ممنوع ورود برگردن، شرایط مهیا بشه، نیروهای لباس شخصی خشونت رو به کار نبرن در قبال بچه‌های دانشجو. خیلی عزیز هستم. من الان که شما سرود میخوندید واقعا خودم میدم خودم هر اصید همه عشق از چشاشون جاری بود. واقعا این اتحاد شما، این حضور شما اینجا واقعا دلگرم کننده است. انشالله به زن، به زندگی و آزادی احترام بذارید. خب حالا به نظر شما آیا این صحبت‌های عادل فردوسی پور باعث شده بود که فردا این صحبت‌ها اعتراضات در دانشگاه بخوابه؟ نه، کاملا حرفای مردم بود، کاملا حرفای دانشجو بود در کمال احترام و ادب و منطق، و اگر کسی اونجا توهین می‌کرد به عادل فردوسی پور قطعا تیکه پارش می‌کرد. می‌خوام به شما بگم که یه سری از آدمایی که این ور آبن و این سمتن و دوست ندارن که سر به تن و آخونده اون سیستم باشن، اونا حواسشون باشه که گول بازی های سایبری ها رو نخورن، برن یه تحقیق بکنن عادل فردوسی پور اگر توی دانشگاه سخنرانی کرد چی گفت که بازی این افراد رو بخوام بخورن. در صورت این به نظر من صحبت هایی که میشه قابلا یه جهت داره، اونم حمله به عادل فردوسی پور هستش و اینکه بخوان محبوبیتش رو کم بکنن بین مردم. و عموما هر کسی که تو اون سیستم معروف باشه، در کنار معروف بودنش محبوب باشه، از صدا و سیما شروع میکنن تا سایبری و جای دیگه میخوان بزنش. من خودم انتقاد داشتم عادل فردوسی پور، دوستش هم دارم، اما انتقادات دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم یه شخصی رو تخریب بکنیم و کلا از ریشه بزنیمش. در صورت دوست دارم که شما هم نظرتون رو در خصوص این اتفاق بگید، زیر این ویدیو برای من کامنت بذارید، من همه کامنت ها رو میخونم. اگر هم دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.